ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तो क्या जाने, तेरे बिन मर जाएंगे तो क्या जाने, तेरे बिन जी ना सकेंगे तो क्या जाने। مقصود کجا مونده؟ چرا تا الان نیومده؟ مامان را میادش، آخه بعد از مدت ها رفته دیدن دوستانش. ولی مامان شما هم این نقش بازی کردنتون اصلا تموم نمیشه ها. مسخره کن، تو هم مامانتو مسخره کن. این کارهایی که من میکنم واسه خوشحالی این خونه میکنم. والا یه چیزی بگم، لازم نیست اینقدر هم پیش بریم، چون اون بی احترامی که سعادت خان باهاش کرده نه، بعد از اون اونجا پاشو اصلا نمیذاره. شاکر منو دیدی؟ الان فهمیدی چی شده؟ وگرنه تا آخر عمر اون پسرمو ول نمیکرد. این که هست. های خدا، این تلفن خونم که هی دینگ 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 داره زنگ میخوره، خسته شدم بابا، چی کار کنم؟ هیچ کاری نکن، برو سیمشو خط کن. مطمئنی؟ حالا میبینی. مقصود دیر وقت شده، امشب خونه نمیری؟ با زنداداش دعوات شده یا از خونه بیرونت کرده؟ نه چیزی نیست، اون امشب رفته خونه پدرش. واسه همین قیافه رفیقمون اینقدر پکره. پاشو بریم یه جا خوش بگذرونیم رفیق. کجا خوش بگذرونیم؟ تو کاریت نباشه، فقط بیا. میگم کجا؟ خیلی خوش بگذر، بیا بیا. اینجا کجاست؟ بیا بفرما. تو؟ مقصود. مقصود داداش، چند وقت بود که التماس میکرد با تو روبروش کنم، حالا رد کردن خواهشش ممکن نبود، تو که بهتر میدونی نه؟ بنده این لطف تو فراموش نمیکنه. من دیگه میرم. هدفت از این دعوت چیه؟ دلتنگم و دیداره تو درمان من است. پرسیدم هدفت از این دعوت چی بوده؟ هدفمو میگم، از دلتنگی حرف بزنیم که چندین سال آرامشو از هم گرفته. طوائف و داستان دلتنگی؟ تو درست میگی، این کلمه مناسب به نظر نمیرسه، اما چی کار کنم؟ با تو عقد کرده بودم. منم طلاقت داده بودم، شاید فراموش کردی. اما این قلبم با اسم تو گره خورده، دنبالت گشتم و گشتم تا به اینجا رسیدم. شنیدم با یه خانزاده ازدواج کردی، اونم عروسی خیلی مجلل و بزرگ. طوایف هیچ وقت دنبال کسی نمیره، اونی که میاد سلام، اونی که رفت خدافظ. اما چی کار کنیم، چانتی برای دیدنت خیلی لجباز بود، واسه همین اومدم. کدوم چانتی؟ هان جلوی اونی نرف و نزن، دل دخترت میشکنه. تا الان فقط عکس تو دیده، خیلی علاقه داره از رو به رو ببیند. مزخرف نگو، من هیچ دختری ندارم. شنیدی چی گفتم؟ من چاندی نامی رو نمیشناسم.
بیا بخور بخور دیگه عزیزم. هارون پسرم برو بیرون بازی کن، عمت سرش درد میکنه. من مشکلی ندارم، بعضی وقتا واسه از بین بردن سر و صدای درون سر و صدای بیرون که نعمته. میدونم که زندگی با این شرایط برات سخته، اما خب میدونی چیه، ما جلوی تصمیمای خدا ناتوان هستیم. میدونم این که بهت بگم صبر کن خیلی راحته، ولی صبر کردن سخته. اما وقتی خدا قدرت صبر رو به آدم داده، پس باید تحمل کنی عزیزم. تو خیلی برام عزیزی، مثل خواهرم میمونی. لطفاً گریه نکن، من ناراحت میشم. این گریه واسه شرایطم نیست، بلکه واسه مقصود. برای اون گریه میکنی؟ این گریه ها؟ من با اون رویایی زندگی طولانی رو داشتم، ولی حتی نتونستم بهش یه بچه بدم. یعنی تو به خاطر بچه گریه نمی کنی؟ بعد داری برای مقصود گریه می کنی که نه بهت زنگ می زنه نه گوشی تو جواب می ده؟ یه خورده قهر بودن حقشه، مگه نه؟ چه قهری؟ مگه تو چه تقصیری داشتی؟ تقصیر کسی نیست، تو تقدیر من خوشحالی نوشته نشد. چرا اینقدر راحت داری رو بی مسئولیتی مقصود پرده میندازی؟ اسم دیگه یه عشق گذشت که همیشه زن باید این کارو کنه. تو حرف همیشه مرد و زن شریک غم و خوشی هم دیگه، اما وقتی که یه مشکلی هست زنا همیشه نگاه میکنن ببینن تکیگاهی دارن یا نه، بعد میبینن دارن تنهایی این مسیر رو طی میکنن. سنده داشت لطفاً راجع به مقصود چیزی نگی، اون خیلی دوستم داره. همون قدی که تو دوستش داری دوستت داره. من میخوام برم خونه خود، همین، میخوام برم خونه. باشه برو عزیزم، خب ولی یکم استراحت کن بعد برو. ببین عزیزم، این ازدواج فقط انتخابم نبود، بلکه به خاطر عشقم و نتیجه دعاهای شب و روزم بود. خوشحال باش. دیروز که زنم و جمیل خاله ممتاز رو دیده این حرف رو بهش زده. پدر جون من فریب خوردم شهناز، در مورد مسئله دخترم از ممتاز همچین انتظاری رو نداشتم. پدر جون تقدیر فریبمون داده، اونا آدمای بی جنبه‌ای هستن، تو بیمارستان دخترم رو تنها گذاشتن و فرار کردن. اون وقت این مقصود رو ببین با چه روی خونمون اومده بود، منم از خونه بیرونش انداختم. من منتظرم شاینا حالش بهتر بشه، بعد خودم اینجا صداشون میزنم. اون میخواد ازدواج دوم بکنه، خودم طلاق دخترم ازشون میگیرم. پدر جون چی دارین میگی؟ دارم درست میگم. اون آدم کجا میتونه همه عمر باش زندگی کنه وقتی از همین اول تنها رهاش کرده؟ پدر جون شما درست میگی، اما موضوع اینقدر هم کوچیک نیست. موضوع میخواد کوچیک باشه یا بزرگ فرقی نمیکنه. اون چطور جرأت کرده دختر منو برگردونه، اونم دختر سعادتخانه بزرگو. اگه
من به خاطر عشقی که دخترم بهش داشت باش دوستی کردم، میتونم به خاطر همین عشق باش دشمنی هم بکنم. پدر جون آروم باشین، صبر داشته باشین. چرا آروم باشم؟ این ممتاز رو ببین، میگه من دختر مریضم رو بهش انداختم. ببین چه چیزایی میگه. حالا اوضاع برعکس میشه، وقتی ازشون شکایت کردم که دخترمو به اون حال روز انداختن. به هر حال هر اتفاقی میخواست برای دخترم بیفته تا حالا افتاده، ولی الان خودم مقصود و تا قبرستون راهیش میکنم. پدر جون صبر داشته باشی، نباید این حرفا رو بزنی. باشه درسته، نباید از این حرفا میزدم، ولی اگه یه بار حرفی رو زدم باید تا آخرش پیش برم. آقا مگه سعادت خان یه آدم عادیه؟ وای خدا، شاینا خانوم، شاینا خانوم، شاینا خانوم. پدر جون شاینا خانوم، شاینا خانوم، کسی هست؟ من بلال در حضور خداوند متعال این قر رو می همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم می گیرم. اصلا می دونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی می کنن؟ اگه تو نمی خوای منو طلاق بدی، خودم پرونده ی طلاق رو باز. چندی دخترم پاشو ببین کی اومده. گوشیمو بده مامان بایزن. یالا پاشو ببین کی اومده دیدن دختر دیوونه. هنوز خوابم میاد. پاشو ببین. بابای عزیزم، شما اومدین. مامان این که واقعا بابامه، همونی که عکسشو دیدم. بله دخترم، این اجازه به خون، وگرنه چاندی به راحتی پیش هر کسی نمیره. یه دقیقه نشد که خون خودش رو شناخت. آره دیگه چاندی که شناخت، ولی حالا ببینیم واسه مقصود شناختن خون خودش چقدر زمان میبره. لطفاً به بابا جون بگی بدیی در حق مقصود نکنه. مگه تو این اتفاقا تقصیر مقصود چیه؟ شاینا چت شده، چی داری میگی؟ اینا همش تقصیر من، تقدیر من جومه. نه این حرفو نزن. آخه پس چی بگم؟ تو مقصودو بی تقصیر میدونی؟ ولی الان مقصود کجاست؟ اون باید کنارت باشه، توی این شرایط باید بهت دلداری بده، تو شرایطی که بیشتر از همیشه نیاز داری نیست. کجاست؟ شما به من این چیزا رو نگی. شما نمیتونی نسبت به مقصود بدگمانم کنی. بدگمان کنم؟ من دارم واقعیت رو بهت میگم. شما هرچی بگین، اما من مطمئنم مقصود منو دوست داره. مطمئنم. اول جملت رو درست کن. تو مقصود رو دوست داری. پس بابا جون چرا میخواد مقصود رو بکشه؟ بابا جون که تا الان حتی مواظب اسباب بازی بچگیم بود، چطور میتونه حرف از کشتن مقصود بزنه؟ نه خیر، چرا مقصود رو بکشه؟ اون بیچاره فقط عصبانیتش رو خالی میکنه، یه جور عصبانیتی که از نهایت ناتوانی به وجود میاد. چه ناتوانی؟ تو دنیا هزاران زن و شوهر هستن که بچه ندارن و خوشحالن، مگه چه نیازی به بچه هست؟ چرا این حرفو تو به مقصود نمیفهمونی؟ میفهمونم. یه بار اگه به دیدنم بیاد. گریه نکن. تمام شب کجا بودی؟ ها؟ اگه زنت خونه نباشه تو باید شب تا صبح بیرون بمونی؟ معلومه کجایی؟ بس کن مادر، من خودم کلی نگرانی دارم. آره بایدم نگران باشی، چون پدر زنت زندگیتو نابود کرده.
ببین وقتی دختر ازدواج میکنه دیگه پدر هیچ حقی رو دخترش نداره، ولی اینجا پدر زن حق همه چی رو داره، تازه امضا هم داره میکنه. چون راه حل دیگه ای نداشت. ولی این که راه حل نشد، دخترش رو برداشت ناقص کرد، میتونست ببرتش پیش یه دکتر دیگه. مادر خودت میدونی که نمیشد، واقعا فرصت کافی نداشتیم، باید عمل جراحی میشد. منم هم همینقدر فقط میدونم. آره تو هم واسه خودت دکتر شدی. ببین اگه درد داشت خب بهش دارو میدادیم، الان داروهای پیشرفته هم اومده، میخورد خوب میشد، دو سه تا بچه هم به دنیا میبرد، بعد میبردیش عملش میکردی، چه اشکالی داشت؟ ببخشید الان چی کار میشه کرد؟ چی بگم دیگه، الان شاینا دیگه زن زندگیت نمیشه. پس چی کار کنم؟ طلاقش بدم؟ کاش این کار راحتی بود. پس هدف از این بحث کردن چیه؟ توی دنیا خیلی آدم ها هستن که نمیتونن بچه دار بشن. این شانس منه دیگه. الان این مشکل برای شاینا پیش اومده، شما فکر کن اگه برای من پیش میومد چی میشد؟ خدا نکنه. آخه این حرفای احمقانه چیه میزنی؟ دیوونه شده. ولی یه چیزی رو بدون مادر من، اگر شاینا رو برم طلاق بدم، این پول و دارایی ها همش از پیشمون میره، باید ازش دست بکشیم. آه مشکل همینجاست که کاری نمیتونیم بکنیم. حرف منو گوش کن، ولی بچه دار شدن خیلی مهمه. پس چی کار کنم؟ برم از یکی دیگه بچه بیارم؟ من بچه تو رو میخوام، نه بچه مردمو. چه روزگاری شد. گوش کن، شاینا غذاشو خورد، داروهاشم خورد، الان حالش چطوره؟ الان حالش خوبه پدر جون. مردم راست میگن، دخترها بد نیستن، بلکه آدم از تقدیرشون میترسه. یا نباید شاینا اینقدر برام عزیز می بود؟ حالا ببین، خداوند به من تو این دنیا همه چی داده، کلمه غیر ممکن اصلا تو زندگیم وجود نداشت، ولی الان به نظر می رسه انگار کسی دستامو بسته، هیچ راهی نمی تونم پیدا کنم. خدا همه چی رو خوب می کنه. آره دخترم، خدا همه چی رو درست میکنه، ولی خودش که نمیاد، نه آدم باید خودش هم یه تلاشی بکنه. شما چی فکر میکنی؟ دخترم دارم به این فکر میکنم که این مقصود احمق رو از روی زمین محو کنم، اما چی کار کنم؟ نگران دخترم هستم، اگه من این کار رو بکنم شاینا اذیت میشه. من هیچ وقت خودمو اینقدر ضعیف حس نکرده بودم. پدر جون شما خودتونو سعی کنین کنترل کنین، از این حرفا نباید شاینا خبردار بشه. آره عزیزم، واسه یه دخترم نگران هستم، وگرنه حالا ببین، در مورد مقصود وقتی رفتارشو میبینم از خودم میپرسم دختر من تو این آدم چی دیده که انقدر مجذوبش شده؟ مردم درست میگن که زنا ناقص العقلن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کن. الو، من شاینا هستم. میدونم. خاله مقصود کجاست؟ ما مقصود چی کار داری؟ خب من زنشم. منم مادرشم.
کی گفته که شما مادرش نیستی؟ شما جای خودتونو داری، منم جای خودم. من تا روز قیامت مادرشم. همه میدونن بچه از وجود مادره. یادتم باشه که هر مردی میتونه 4 زن بگیره. شما چی میخواین بگی؟ اگه یکی به درد نخوره دومی به درد میخوره. میتونیم جدیدشو بیاری. جایگاتو از دست دادی عروس خانم، اینو بدون. یعنی چی؟ یعنی این که من واسه پسرم زن دوم میخوام بگیرم. نه خیر خاله، شما نمیتونین همچین کاری کنی. کی میتونه جلومو بگیره؟ نه خیر، مقصود نمیتونه این کارو با من بکنه. آها، پس اون بهت قول داده. اما کی ملاقاتش کردی؟ آخرین باری که اونو دیدی کجا بود؟ پسرم به حرف من گوش میکنه شاین خانم، اینو خودت هم خیلی خوب میدونی. حرفمون تموم شد. فهمیدی چی گفتم؟ الو خالی، تو چه مدرکی داری که این دختر منه ها؟ یواشتر، اگه بچه بشنوه دلش میشکنی. بس کن، نمیتونی منو بیشتر از این احمق فرض کنی. منم گول این حرفای چرند تو رو نمیخورم. گول؟ چه گولی؟ من دارم راستشو میگم، این واقعیت زندگی اونه. من چرا گولت بزنم؟ داستان واقعی همینه جناب، اون دختر خودته. تو چی میخوای؟ شما رو. ولی این حقو که به اون خانزاده دادین و نه، اسمش چیه؟ ببین، من فری به این حرفاتو نمیخورم. فریب؟ آره. یه کورم وقتی اونو ببینه میگه این دختر مقصوده. من فقط به دنیا آوردمش. اما بازم اگه میخواین مطمئن بشین این کارو بکنین. الان این که خیلی پیشرفت کرده، 1000 آزمایشه. پدر که سهله، حتی میتونه پدر بزرگشم معلوم کنه. مطمئن شو، اونم به طور کامل. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. جایگاهتو از دست دادی عروس خانم، اینو بدون. یعنی این که من واسه پسرم زن دوم میخوام بگیرم. تو مقصودو بی تقصیر میدونی؟ الان مقصود کجاست؟ اون باید الان تو این روزه که بهش احتیاج داری کنارت باشه، تو شرایطی که بیشتر از هر وقت دیگه بهش نیاز داری. کجاست؟ اگه یکی به درد نخوره دومی به درد میخوره. گفتی من بدون مامانم هیچ جا نمیام. آخه مگه مدرسه است که والدینم رو با خودم ببرم؟ این چه حرفیه؟ من نمیدونم اونا چه بلایی میخوان سرت بیارن.
پای زندگی پسرم در میونه. اینو وقتی اونجا برم میفهمم که چی میخوان بگن مادر. ببین قوی باش، اصلا نمیخواد به ترسی باشه. مادر به نظرت پسرت از کسی میترسه؟ من پسر مثل شیر به دنیا آوردم. حالا برم؟ نه خیر، حرف منو گوش کن. ببین اونجا که رفتی اصلا حرفی طلاقو نمیزنی، حرفای منم اصلا یادت نره. باشه مادر، مگه من بچه‌ام؟ کار احمقانه رو بزرگا میکنن، بچه هم فقط اشتباه میکنن، اونو هم بخشیده میشن. پس همون چیزایی که بهت گفتم و میگی. یادت باشه اگه شاینا بخواد میتونه برگرده، منم زن دومو برات میگیرم. بالاخره تو بچه میخوای دیگه، مگه نه؟ اگه الانم نخواد 4 ساله دیگه، ولی مسئله بچه است. اگه عروسی مثل شاینا رو من رها کنم، مردم اون وقت چی بهم میگن؟ میگن عجب حماقتی. نه خیر پسرم، نه اصلا این کارو نمی کنم. میشه برم؟ فعلا خداحافظ. من علاقه ندارم وارد جزئیات بشم، ولی دلیل این غیبت طولانی رو نباید بدونم؟ شوهر خاله عزیزم، مادر مامان، الانم دست مامان تو میگرفتی میآوردی. ممتاز پشت تلفن یه جورایی حرف زده که دخترم شاینا ناراحت شده و از ناراحتی زیاد خواسته رگ دستشو ببره. اگه براش یه اتفاقی بیفتاد چی؟ شاینا اون کجاست؟ میرم ببینمش. بشین آروم باش. اون خونه باباشو حالش هم خوبه، تا وقتی من زندم اون چیزیش نمیشه. اگه قرار باشه اتفاقی براش بیفته، من حاضرم جونم رو به خاطرش بدم، همینطور جون کسی رو بگیرم. شما منو اینجا دعوت کردید تا فقط تهدیدم بکنین؟ این درسته؟ نه خیر، سعادت خان عادت نداره حرفای الکی بزنه. اون هر چی میگه بهش عملم میکنه. پس لطفاً بهم بگین برای زندگی ما چه تصمیمی گرفتی؟ مشکل همین جاست مقصود. متاسفانه به یکی از ما تبدیل شدی. دختر من این مقامو بهت داده، اون در کنار تو وایساده. حالا مشکل اینجاست که اگه من به چیزی بگم یا کاری کنم، اون مثل یه سپر ازت دفاع میکنه. ازدواج شاینا برای این دیر شد چون یکی مناسبه اون نتونستم پیدا کنم. خواستگارا زیاد بودن، خیلی خانواده ها را دیدم، ولی با شنیدن این نباید تعجب کنی که تو اصلا جز اونا نبودی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ببین پیوند تو آسمونا گره میخوره، ولی حفظ کردن اون پیوند کار زمینی هست. فهمیدی؟ مقصود خودش نیومده، ما بهش گفتیم. خب چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه شاینا. برای من فرقی نمیکنه، مهم اینه که اون به دیدنم اومده. درسته، ولی بابات هنوز زنده است. اون شوهرمه. ببینم مگه عقل و فکر تو از دست دادی دختر؟ واقعا عشق عقل و از سر انسان میگیره؟ آدم عاشق شوهرش باشه گناه نیست زن داداش. اینقدر ثواب به دست بیاری که چی بشه؟ نمیدونم بگم مقصود آدم خوششانسیه یا بدشانس. خوششانس واسه این که دختری مثل تو گیرش اومده که عاشقشه. بدشانس هم واسه این که قدرتو نمیدونه. ببینین شاینا همسر منه،
چطور میتونم ازش جدا شم؟ چطور میتونم اذیتش کنم؟ این که میتونی بهش آرامش بدی و هممون خوب دیدیم. شوهر خاله، 3 ماهه که ما با هم ازدواج کردیم. شما برین از خودش بپرسین. اصلا ببینید ما با هم تا حالا مشکلی داشتیم؟ 13 روزه که اون با منه. شکایتات داره خیلی طولانی میشه مقصود. ما با هم خوشبخت و خوشحال بودیم، باور کنین. اگه بخواین میتونین از شاینا بپرسین. همونطور خوشحال بودی که تو این چند روز من خوشحالی شو دیدم؟ بیا. این چیه؟ باید این برگه ها رو امضا کنی. نه شوهر خاله، نه، خواهش میکنم، من نمیتونم این برگه ها رو امضا کنم. من نمیتونم شاینا رو رها کنم. از من نخواه. تو نمیتونی رهاش کنی؟ لطفاً به همین اجازه رو بدین، میخوام ببرمش خونه. عشقم برای خودش یه سری اصول داره شاینا. اینو شما به من یاد میدین؟ نباید به خاطر عشق خودتو بیارزش کنی، حتی اگه طرف جونشو از دست بده. اما تو داری خودتو بیارزش میکنی. به هر حال ما بزرگ تو هستیم، خوب و بد تو خیلی خوب میدونی. وقتی پدر جون صدت زد برو. این حرف آبروی پدر جونه. لطفاً. از شما خواهش میکنم، من اومدم که اونو با خودم ببرم خونه. تو نیومدی ببریش، من خواستم بیای اینجا. شما چی میخواین بگین؟ تو میتونی شاینا رو خوشحال نگه داری؟ آخه این چه حرفیه که شما دارین میزنی؟ مثل قبل خوشحالش نگه میداری؟ چطوری خوشحال نگهش میداری؟ وقتی اینقدر بیمسئولیت هستی و مادر دائم داره بهش تیکه میندازه و اینقدر اذیتش میکنه؟ عیبشو همیشه به روش میاره. نه نمیشه، این اتفاق نمیفته. من قسم میخورم، قول میدم که مادرم رو قانع کنم. از شما خواهش میکنم. من به جای باور کردن قولا مدرک رو باور میکنم. تو باید همه اینا رو بنویسی و من بهای خوشحال نگه داشتن شاینا رو بهت میدم. چی؟ بها؟ آه، آره، این خونه جدیدمه که میخوام به شاینا هدیه بدم تا بتونی خوشحال نگهش داری. و این سهام شرکتمه، قیمت بسته نگه داشتن دهن مادرت تا اون هیچ وقت به شاینا تیکه نندازه. و این یه توافقنامه است که تو هیچ وقت حق نداری ازدواج دوم بکنی. در کنار دارایی‌های دیگه اینا رو هم میدم. من تنها پسر مادرم هستم، بچه براش مهمه. باشه. و این آپارتمانمون تو گلشنه. و یه چیز رو فراموش کردم که بهت بگم، همه اینا رو به نامت میزنم، ولی شرطش همینه که شاینا خوشحال باشه. پس مقصودم خوشحال میشه. مطمئن بودم هر کسی هر چیزی بخواد بگه، ولی شما حتما دنبالم میای. راستش به خاطر مادرم مجبور شده بودم. شوک خیلی بزرگی بود، واسه همین نتونست زود به خودش بیاد. خب تا که اینطوری میمونه؟ گوش کن، ما با هم دیگه اونو قانع میکنیم. ما نه، شما قانعش میکنی. شما بهش میگین و شما بهش میفهمونی که شاینا همه چیو میتونه تحمل کنه، ولی شریک شدن شما رو نه. من نمیبخشمش. اون چطور تونست در مورد ازدواج دوم شما فکر کنه؟ راستش این سوالو منم باید ازش بپرسم، اما میخوام یه چیزیو به هم بگی. چطور تونستی به خودکشی فکر کنی؟ یه لحظه هم به من فکر نکردی؟
به فکر شما بودم واسه همین درد رو حس نکردم. ولی اون جمله ی خاله، اون جمله هنوزم وقتی یادم میاد نفسم بند میاد. شنیده بودم که زن توی نفرت خیلی خطرناک میشه، اما تو که تو محبت خطرناک میشی. ها؟ دارم ازت میترسم. شاینا دخترم، ببین، کسی با تقدیر نمیتونه بجنگه. منم در توانم هر کاری که بود انجام دادم، ولی اینکه از این به بعد مسائل رو چطور پیش ببری به درایت خودت بستگی داره. من چیزی نفهمیدم بابا جون. ببین دخترم، این کم بودی که الان تو داری درمانش دیگه تو دنیا وجود نداره، ولی با وجود این کم بود خیلی زن و شوهر هستن که بدون بچه زندگی میکنن. همین حرفو تو باید تو ذهن مقصودم جا بندازی. این کارو میکنم بابا جون. ببین دخترم، این کم بوده تو هیچ وقت به نقطه ضعف تبدیل نکن، چون اگه ضعیف شدی پس هیچ کس نمیذاره زندگی کنی. ببین، تو دختر سعادت خان هستی و همین عنوان برای تو بسه. من بهت قدرت بزرگی دادم، اما وقتی از این قدرت استفاده درست کنی اون وقت میتونی موفق بشی. تو برای حکمرانی و تصمیم گیری به دنیا اومدی، نباید از کس دیگه اطاعت کنی. من میدونم بابا جون. ببین، تو دنیا هیچ کاری غیر ممکن نیست، فقط باید در زمان مناسب کار مناسب رو انجام بدی. و در ضمن حرف آخر و مهمترین حرف رو بهت میزنم. من یه مرد هستم و از ذات مرد به خوبی آگاه هستم. تو ذات مرد خیانت وجود داره، اونم به خصوص اون مردی که صاحب پول و ثروت بشه. واسه همین هیچ وقت به مقصود اعتماد نکن. پرستار نه، بلکه به عنوان یه شوهر با محبت دارو میدی. این چه بی احتیاطیه؟ همه طلاعاتو همینجوری ول کردی گذاشتی اینجا، چرا مراقب نیستی؟ اذیتم میکرد، واسه همین نپوشیدم. بابا جون میگه که تو خانواده یه شوهر همیشه باید آراسته باشی. وقتی پدر جان شما میگه حتما درست میگه. راستش من تله های ظریف رو خیلی بیشتر دوست دارم. ولی من شنیده بودم که خانوما تله های بزرگ بزرگ دوست دارن. آره، ولی من مهتاب رو بیشتر دوست دارم. چی؟ مهتاب؟ یعنی شبای مهتاب. عجب، شبهای مهتاب. من میرم دستارومو بشورم. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.